7 پایین 1 2 3 جایگشت های اما جایگشت پرسیده سوالش دو قسمتیه این از ترکیب این از جایگشته جایگشته شی میشه این فاکتوریال دیگه 4 کتاب از 9 کتاب خب 4 از 9 3 کتاب از 7 کتاب 3 از 7 مجموعه فلان چند زیر مجموعه دو عضوی دارد 2 از 5 مجموعه فلان 8 عضوی فلان چند زیر مجموعه 3 عضوی 3 از 8 چی آخوا این نمونه سوالان هم تقریبا رفتم براتون خدا اینا حالا جواباشم اینجا هست خب ببینم الان تو سوال آخر یه چیزی میگم خودت حل کن همون سوال آخر نمونه سوالا بود خرداد 98 گفته مجموعه 8 عضوی چند زیر مجموعه 3 عضوی دارد اینو که میگم حل کن چند زیر مجموعه 3 عضوی دارد که حتما شامل 4 و 6 باشد که حتما 4 و 6 تو زیر مجموعه باشه اینو خودت حل کن آخرین سوال این قسمت بچه من پایان شمارش میخوایم بریم تو احتمال ولی اینو حل کن و بریم چند یا بذار 3 عضوی زیاد حل کردی حاجی اینو حل کن چند زیر مجموعه 4 عضوی دارد که حتما شامل 4 و 6 باشد اوکی دوستان من یک مجموعه 8 عضوی چند زیر مجموعه 4 عضوی دارد خب به حالت عادی میشه 4 از که حتما شامل اعداد 4 و 6 باشد برو ببینم هشت در حالت عادی بود ولی چون قرار بود حتما دو عضو داشته باشه اون دوتا رو ور می داشتی یعنی از بین 1 2 3 4 5 6 7 8 میگه آقا اینو که ور می دارم اینم که ور می دارم هیچ اینو دستمه پس برای ساخت 4 عضوی دوتا دیگه هم باید ور دارم که با این دوتا بشه 4 تا دیگه دوتا از چند تایی که اینجاست دوتا از 6 تا بالا 6 5ه پایین 1 2ه جواب میشه 15 دوستانی که درست حل کردن بدونن که سوالی بسیار فراتر از نهایی رو حل کردن و درست حل کردن بریم سراغ فصل احتمال بچه من برخلاف شمارش که 3 قسمتی است احتمال 2 قسمت کلن داره قسمت اولش هم خیلی ساده است در حد تعاریفه ولی خب سوال میدن ها یعنی سوال میدن زیاد هم میدن صفحات بعدی ببینی سه صفحه سوال گذاشتم ولی بیشتر در حد تعاریفه از بیه بسم الله کتاب شروع میکنه که آقا احتمال اصلا چیه و از کجا اومده گوش کنید به من بچه یک آزمایشی که یک پدیدهی که یه بازی که یه تستی که یه هرچی که نتیجه دقیقش قبل از انجامش مشخص نیست بهش میگیم یک آزمایش تصادفی مثلا این که آقا من تاسی رو میریزم درسته میدونم بالاخره 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 میاد دوستان انشالله تاس تو زندگیشون دیدن دیگه ربطی به کنکور نداره اما آیا میتونم بگم دقیقاً چی میاد؟ نه پس پرتاب تاس میشه یک آزمایش تصادفی پرتاب سکه چون نمیدونم دقیقاً رو میاد یا پشت میشه یه آزمایش تصادفی به دنیا اومدن بچه چون میتونه پسر بیاد میتونه دختر حالا کار نداریم شما مثلا میری سونو ولی قبل سونو واقعا میشه گفت یه آزمایش تصادفیه دیگه یا پسر قراره بشه یا دختر معلوم نیست دقیقاً چی میشه دستمو میکنم توی یه کیسه‌ای که توش مهره سفید و سیاه داره یه دونه مهره در میارم آزمایش تصادفیه ممکنه سفید باشه ممکنه سیاه درسته از دو حال خارج نیست ولی خب بالاخره کدومشه رو نمیدونم دقیق مشخص نیست اما مثلا دستمو میکنم توی یه کیسه‌ای که فقط مهره سیاه داره یه مهره در میارم خب دیگه درد و تصادفی این چی کجاش تصادفیه وقتی اون تو فقط سیاهه
خب حتما زیاد در میاد. ببین نتیجهش معلومه، این دیگه آزمایش تصادفی نخواهد شد. پس آزمایشی تصادفی مثل پرتاب تاس که نتیجه دقیقش معلوم نیست. بله، مجمع النتایجی که ممکن است اتفاق بیفتد معلوم است. بالاخره یا یک یا دو یا سه یا چهار یا پنج یا شیش، سکه یا رو یا پشت، بچه یا دختر یا پسر، مهره یا سفید یا سیاه، ولی کدومشه معلوم نیست. حرف ما اینه. حالا بچه‌ها یه تعریف دیگه، همین مجمع النتایج ممکن که میگیم، میگیم آقا بله بالاخره یا یک میاد تا